عشق ریشش از یک گیاهی پیچکی که میپیچه، جزو گیاهی هست که میپیچه به دور درخت های دیگه به نام عشقه، از اون گرفته شده و گاهی اونقدر این پیچ و این پیچک زیاد هست که اون گیاه رو خفه میکنه، درست خیلی بهش گیر میده. ما معمولا چی میگیم؟ میگیم مثل کنه میچسبه، طرف اینقدر فلانی رو دوست داره مثل کنه چسبیده به اون و گاهی باعث حتی خفه شدن و از بین رفتن اون درخت نیز خواهد شد. که از این رو هستش که خیلی از شعرها از عشق خیلی بد و سوزان تعریف میکنن. حافظ نیز این گونه میگه. حافظ میگه سحر بلبل حکایت با صبا کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ و رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کردش. گاهی هستش که اونقدر موقعیت عشق برای افراد درد میشه و پر از رنج میشه که متاسفانه تعریف اصلی عشق نیز گرفته خواهد شد و اون رو نداره. اما هفته قبل ما به این نتیجه رسیدیم که عشق اصلی، محبت اصلی از کسانی میاد که مهرجویان هستند، که خردجویان هستند و در این مسیر میتوانند به عشق اصلی برسند. و حال تصویر عشق حقیقی چیست؟ از که بپرسیم اینو؟ اگر از مجنون که جان داد با زمزمش، از فرهاد که در گور شد از ترس فقدانش، از شیرین که به خواب ابدی رفت با فریادش. عشق این گونه است که یعنی درد و رنج، عشق یعنی آرزوی بی هدف، عشق یعنی لحظه‌ای در حس خوب، مابقی در عذاب و رنج و شوم. و سهراب سپهری نیز این گونه اعلام میکنه من به آمار زمین مشکوکم، من به آمار زمین مشکوکم، اگر این سطح پر از آدم هاست پس چرا این همه دل ها تنهاست؟ چه کسی تنها نیست؟ همه از هم دورن، همه در جمع ولی تنهاین، من که در تردیدم تو چطور؟ گاهی هستش که همه ما به این موقعیت ها میرسیم که یه چنین حسی حتی نسبت به عشق داریم، نسبت به کسایی که دوستشون داشتیم، باهاشون در رابطه بودیم، اما وقتی که دلمون ازشون گرفته، موقعیت های پیش اومده، دیگه اون دوستی شکسته. یه تعریف دیگه ای داره و شاعر در قسمت دیگه این گونه اعلام میکنه: عشق قصه ای نیست که با یکی بود و یکی نبود آغاز بشه، عشق کلاغی بود که هرگز به خونش نرسید. و این موقعیت رو متاسفانه ایجاد میکنه زمانی که ما یک شناخت درست و یک تصویر درست از عشق اصلی و عشق حقیقی نداریم و تصور بر این میکنیم که حقیقتا تجربه ما تصویر درست از اون عشق میتونه باشه و ما رو به گمراهی میبره. گاهی هم هستش که ما اونقدر از عشق و از دوست داشتن مایوس و ناامید میشیم، به جای اینکه به عشق بنگریم، به جای اینکه به دنبال تعریف درست عشق بریم، برای خودمون خوشخیالی رو ایجاد میکنیم، به دنبال موقعیت‌های دیگه ای میریم تا اون موقعیت جایگزین عشق ما بشه. ثروت، قدرت، مقام، شهرت هستش و گاهی حتی دیده شده زوجها وقتی نتوانستن به اون عشق اصلی تکیه کنن، نگاهشون به بچه هاشون بوده، گفتن بذاریم بچه های ما بزرگ بشن، اینا به یه جایی برسن، ما بچه هامون باعث افتخار ما بشن و این گونه ادامه زندگی دادن. شخصی که برای اولین بار تعلیم چتر بازی رو میدید، مربیش بهش گفت وقتی از هواپیما پریدی پایین دکمه سبز رو میکشی، حتما باز میشه، نگران نباش، اما اگر باز نشد دکمه قرمز رو بکش که 100% باز میشه، یه جیپون پایین منتظرته، تو رو سوار میکنه و میبره خونه. این شخصم از هواپیما میپره پایین، دکمه سبز رو میکشه، باز نمیشه. تا
دکمه قرمز هم میکشه باز نمیشه، نگاه میکنه همین که داشته میومده میبینه جیپ هست، میگه خدا رو شکر دیگه پیاده تا خونه نمیرم من. گاهی هست که ذهنیت ما، تصور ما روی عشق این هستش که با یک نوع خیالات به اون نگاه کنیم و اون رو تعریف کرده باشیم. اما به طور خاص ما ها که مسیح ایمان آوردیم، مسیح رو ملاقات کردیم، نه فقط شنیدیم، نه فقط گفتن، نه توی جبر، بلکه اونو ملاقاتش کردیم. چون اون رو ملاقات کردیم، تعریف عشق برای ما مانند این شاعر خواهد شد که اعلام میکنه: بی عشق جهان بلاست یک سر، ناکامی و ابتلاست یک سر. آن کس که به عشق آشنا نیست، بیگانه به چشم ماست یک سر. عشق است اساس آفرینش، چرا که میداند شخصی که عشق رو میشناسه، خدا رو میشناسه، که خدا جهان رو در مسیر هدف مقدس آفریده. این گونه نیستش که فقط یک بیگ بنگ باشه، چه بسا بیگ بنگ بوده، اما به دلیلی خداوند این بیگ بنگ رو ایجاد کرده. عشق است اساس آفرینش، هر چیز از آن به پاست یک سر. بی عشق حیات هیچ و پوچ است، بیهوده و نارواست یک سر. هر دل که سوزد از غم عشق، جای هوس و هواست یک سر. گر اهل دلی به عشق رو کن، گر اهل دلی به عشق رو کن، ناسوخت دل بلاست یک سر. زمانی که ما با عشق این رابطه رو نیز خواهیم داشت. اما بریم بشنویم از کسی که مسیح رو ملاقات کرد، کسی که دشمن مسیح و مسیحیا بودش. لطفاً اول قرنتیان 13:4-7 رو بیاریم. اول قرنتیان 13:4-7. همه ما میدانیم که پولس رسول کسی بود که مسیحی ها رو تعقیب میکرد تا اونها رو از بین ببره، و در صدد این بود که این نهضت رو ساکت کنه. اما در مسیری که داشت میرفت به سمت سوریه، دمشق، عیسی مسیح رو ملاقات کردش، و در این ملاقات چشمان او نیز کور شد و بعد از 3 روز توانست با دعایی که برای شد چشمان او باز شد و از اون به بعد پیرو مسیح شد. و ما میبینیم که بیشترین نامه های عهد جدید رو خود پولس رسول می‌نویسه. پس بشنویم ببینیم پولس تصویرش از عشق چگونه هستش. محبت حسد نمی‌برد. آمین. محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد، هاللویا، و نفع خود را طالب نمی‌شود. آمین. خشم نمی‌گیرد و سوء ظن ندارد، از ناراستی خوشبخت نمی‌گردد، ولی با راستی شادی می‌کند. در آمین. همه چیز صبر می‌کند و همه را باور می نماید. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. آمین. ما هیچ بهانه ای نمی توانیم داشته. پولس رسول وقتی مسیح رو ملاقات می کنه، تصویرش از عشق این هستش. لطفاً این قسمت رو بریم بخونیم. شاید بارها خوندید، بازم مطالعه کنید. ببینیم آیا زندگی ما در همین مسیر داره میره جلو یا نه. اگر نمیره، میتونیم مانند مولوی از خدا این رو بخوایم که خداوند اجازه بده این کلام تو زیباست، اما همیشه زیبایی ها نمیتونه اون تأثیر اصلی رو روی ما بذاره، چرا که اگه قرار بود گذاشته باشه این زیبایی ها سخنان زیبا و اندیشمندان، امروز جهان در صلح و محبت بودش. قدرت دیگه ای میخواد، و این قدرت، قدرت خداست، قدرت روح القدس هست که در ما باید تأثیر بذاره. و مولوی این گونه میگه: ای خدا از عشق رقصانم کن مرا، ای خدا از عشق رقصان کن مرا. گر نرقصیدم، گر قابل درک برام نبود. الان اول قرنتیان باب 13:4-7 نمیفهمم خداوند محبت حسد نداره، نمیفهمم خشم نداره خداوند، نمیدونم، من هنوز تو دلم کینه است، من هنوز از دست فلانی ناراحت هستم، برام قابل درک نیست. مولوی داره اینو میگه: گر نرقصیدم تو درمانم کن، تو درمان کن مرا.
زمانی که قابل درک نیست برای من، قابل لمس نیستش برای من. نویسنده اعلام میکنه عشق یعنی مراقب همدیگر باشید حتی وقتی از دست هم دلخور هستید. در امثال 17:17 میخوانیم که اعلام میکنه دوست خالص در همه اوقات محبت مینماید، یعنی تو تمام شرایط، حتی شرایط که بر علیه شما بوده. ما میدونیم کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که برای دشمنان خودمون دعای خیر کنیم، دعای برکت کنیم. اگر درون اون موقعیت باشیم میدونیم خیلی سخته، اما اگه تو اون شرایط نباشیم خیلی راحت میگیم آقا ببخش دیگه، خانم ببخش، برادرم ببخش. ولی وقتی تو اون فشار هستی خودت و میدونی چقدر سخت هستش، اون موقع میبینی واو، کار من و شما نیست. مولوی بیهوده نگفت که گر نرخصیدم تو درمان کن مرا. خداوند باید وجود ما رو بشوره. این عشق باید از طرف خدا بیاد تا ما شفا بیابیم، تا بتونیم اون رو به دیگران بدیم. یک بار دیگه میخونم امثال 17:17 اعلام میکنه دوست خالص در همه اوقات محبت مینماید و برادر به جهت تنگی موعود شده. اگر امروز دوستی رو کنارت داری، هموطنی رو کنارت داری، برادری رو کنارت داری، به خاطر این نداری که از اون استفاده بکنی. اتفاقا خدا تو رو قرار داده که خدا از تو استفاده کنه برای دستگیری اون، خدا از تو استفاده کنه برای محبت اون. یکی دیگه از روش‌های اشتباهی که ما شاهد هستیم حتی در کلیسای مسیح متاسفانه اینه که عزیزان تصور میکنن اگر برفرض یکی وارد کلیسا شد، از نظر خوی، از نظر رفتار، از نظر لباس پوشیدن موقعیت درستی نداره، ما باید سریع کلیسا بندازیمش بیرون، باید طردش کنیم، باید بهش بی‌توجهی بکنیم. اما میدانیم که خداوند کلیسای خودشو بنا کرد تا همه دستگیری بشن. خداوند برای گناهکاران اومده. اتفاقا اگر خداوند به شما نقطه ضعفی رو نشون میده، این نقطه ضعف رو خدا به شما نشون داده، شاید کشیش کلیسا حواسش نیست، خادمین متوجه نیستن، مشغولن که شما براش دعا کنی و اون شخص رو پیگیری کنی و محبتش کنی و نه اینکه بری پشتش صحبت کنی، غیبتش رو بکنی. من میدونم زندگی این تو گناهه، این چرا باید خدمت کنه، این چرا باید اونجا بره، این همش یه دوربین دستمون گرفتیم و بخوایم ایراد از همدیگه. این رو خداوند نمیخواد از ما. خداوند میخواد که ما همدیگه رو بنا کنیم و در این مسیر نیز بتونیم حقیقتا حتی اگر بدی هم هست اون رو به خیریت تبدیل کنیم. ما در نامه رومیان 8:28 میخونیم که اعلام میکنه کلام خداوند مشکلات و سختی ها برای کسایی که خدا رو دوست دارن به چی تبدیل میشه؟ به خیریت تبدیل میشه. و اگر شما مشکلی توی خانوادت میبینی، مشکلی توی موقعیت کاریت میبینی، مشکلی تو بین رابطه ها داری میبینی و یا توی کلیسا میبینی، خدا به شما اینو نشون نداده که شما به دیگران این مشکل رو بگی. خدا به شما نشون داده تا شما مسئول این باشی که اون شخص رو درک کنی و کمکش کنی و یاریش کنی و نه اینکه ترکش کنی و نه اینکه غیبت کنی. باز مولوی چقدر زیبا میگه، اعلام میکنه از محبت تلخا شیرین شود. من فکر کنم همه ایرانی ها به طور خاص اونا که مثل من جوان هستید اینو حفظید. از محبت خارها گل میشود، از محبت دیو حوری می شود، از محبت مرده زنده می شود، از محبت نیش نوشی می شود، از محبت حزن شادی می شود. آمین. و محبت کار می کنه. کلام خداوند میگه محبت مثل مرگ زوراوره. خودتو تو این مسیح چلنج کن، به کار بگیر. از کسی که تو رو آزار داده می رنجونه براش دعا کن، کمکش کن. اون موقع میبینی تأثیر میذاره تو زندگی او. شاید یک زمانی میبره ولی نتیجه مطلوبشو خواهیدید. چند وقت پیش بود من روی اینترنت متوجه شدم که گویا توی ژاپن شخصی که داشته دیوار خونهشو خراب میکرده و اونجا مثل همینجا هست، دو لایه هستش که دوتا دیوار به اصطلاح ما ایرانی ها میگیم کاذب هست و فضای بینش خالیه. از قرار 10 سال قبل این شخص این خونه رو ساخته بوده و
با این تفنگ‌هایی که میخ میزنن زده بوده، گویا یکی از این میخا وارد دم یک مارمورک میشه، طوری که حالا این میخ اونو وز کرده بوده به اونجا. وقتی این داشته خراب میکرده متوجه میشه یه مارمورک به دمش یه میخ فرو رفته. تعجب میکنه، میگه من که میخی به این نزدم، من 10 سال پیش این خونه رو ساختم، این مارمورک چجوری میخ رفته توی دمش و هنوزم زنده است؟ وای میسته، نمیدونم آیا فیلم یا عکسه، اگه برید سرچ کنید نشون میتونید بده توی یوتیوب میتونید ببینید. بعد متوجه میشه یه مارمورک دیگه، حالا احتمالاً جفتش بوده، میمده به این خوراک میداده. 10 سال این محبت باعث زنده شدن این مارمورک شده. چقدر بیشتر که ما که فرزند خدا هستیم، چقدر بیشتر که ما به خودمون میگیم ما در موجودات از همه ارشدتر هستیم، ما توی یک موقعیتی هستیم که حیوانات نیستن. پس ببینید محبت میتونه کار کنه، مشروط بر این که بپذیریم. ما در انجیل متی 6 میخوانیم 6:10 که کلام خداوند میگه برای آموختن به دعا اول باید چیکار کنیم؟ اول ملکوت و اراده خدا رو بخوایم. ملکوت و اراده خدا برای ما چه امتیازی داره؟ بله؟ بلند بگیم. حکمت خداست، بالاترین حکمت خداست. چرا ما به مشورت میریم، با مشاورین صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه میدونیم اونها یه دانایی دارن، یک دانشی دارن. و چقدر بیشتر خداوند، در کتاب ارمیا 33:3 میخوانیم که خداوند اعلام میکنه که به حضور خدا بریم تا ما رو اجابت کنه و از اون چیزایی که نمیدانیم و مخفی هست ما رو آگاه کنه. عیسی مسیح داره میگه در ابتدا اراده خدا رو بخوا، ملکوت خدا رو بخوا، یعنی حکمت خدا رو بخوا. برای محبت کردن باید حکمت خدا رو بخوایم. وقتی میخوای محبت کنی برو در حضور خدا، به هر کسی میخوای محبت کنی تکلیفتو روشن کن. اگر میخوای محبت بکنی در مسیح محبت میکنی، تمام. اما اگر میخوای محبتی بکنی که بده بستون باشه، باید تکلیفتو روشن کن. اونجا نمیشه. اون محبتی که آزار میبینی، بیزینس آزار میبینی، از ترست محبت میکنی آزار میبینی، برای آبرود محبت میکنی آزار میبینی، برای اینکه بالاخره زن و شوهر هستیم، پدر و بچه هستیم، آزار میبینی. اما اگر محبتی در مسیح میکنی، حتی کلام خدا میگه وقتی به یک کسی یک پولی رو میدی اونو نه اینکه نگیر، میگه این ذهنتو اینجا رها کن، تمام، اصلا ولش کن. خیلی سخته. میگه دیگه ولش کن. اگر یه خدمتی کردی، تمام، دیگه ولش کن. الان شما به همدیگه اگر نگاه کنید، باور کنید، برگردیم 1 سال قبل، اکثر شماها تو این کلیسا نبودید. شاید 80% شما که تو کلیسا هستید نبودید. شاید سال دیگه هم 80% شماها نباشید. کلیسا وقت میذاره، کلاس میذاره، دستگیری میکنه، محبت میکنه. ولی ما واقعا اینجا وای نستادیم که بگیم وای همه باید. ما میگیم خدا رو شکر خبر خوش نجات و عزیزان شنیدن و دارم کاری که تو تلویزیون انجام میدیم، برنامه تلویزیون نشون نمیدیم. هرگز جلال از آن خداونده، جلال از آن خدای قدوسه. من هرگز به قوت خودم توی برنامه تلویزیونی نمیرم. اگر شخصی زنگ میزنه و میگه من تو رویا دیدم که دارن قطع میکنن، آنتنا رو قطع میکنن، ولی صدای شما هنوز رساس، به خاطر اینکه خدا اجازه میده من یه تسلی بگیرم. چون خداوند میدونه نبی در شهر خود حرمت نداره. اگه مسیح در شهر خودش حرمت نداشت، رسول که وای. برای همین خدا رو شکر پشت سر کشیشایی که ایستادن برای مسیح خیلی حرف هستش. و ما ایستادیم برای مسیح، ایستادیم. اگه مسیح رو بهش آب دهان زدن، اگر به عیسی مسیح گفتن از طرف شیطان هست، من و شما هم که به عنوان فرزند خدا هستیم بایستید، پشت سرتون حرف خواهند زد. ولی میوه های ما نشون میده که آیا خدا با ماست و یا شیطان، که میدانیم که شیطان همیشه بر علیه فرزندان خدا هست.